وقتی که دستتون در اثر برخورد به جسم داغ میسوزه و احساس درد میکنین، سریع دستتون رو عقب میکشین. میخوایم ببینیم چطوری ماهیچه‌هاتون انقدر سریع عکس‌العمل نشون میدن. جانوران توسط سلول‌های تخصص یافته‌ای به اسم نورون به محرک‌های محیطی پاسخ میدن. به این ترتیب که اول تحریک توسط گیرنده‌های حسی تشخیص داده میشه و بعد بدن از طریق اندام حرکتی بهش پاسخ مناسب میده. این سلول ها با همکاری همدیگه این اجازه رو به شما میدن که به تهدیدها پاسخهای خیلی سریعی بدین. وقتی جسم داغی رو لمس میکنین، یه نورون حسی که گیرنده دمایی محرک رو تشخیص میده و پیام رو به یک نورون رابط در دستگاه عصبی مرکزی میبره. از اونجا یه نورون حرکتی پاسخ رو از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه اسکلتی در بازومون میبره که باعث انقباض اون ماهیچه و کشیده شدن دست شما میشه. فرایند انتقال پیام عصبی که باعث بروز این عمل میشه تو همه نورون‌های بدن اتفاق میفته. نورون‌ها این پیام‌ها رو از طریق تغییر پتانسیل الکتریکی غشا انجام میدن و این تغییر پتانسیل به وسیله جابجایی یون‌ها در عرض غشا ایجاد میشه. یه شیب الکتروشیمیایی جابجایی یون‌ها رو کنترل میکنه. جابجایی یون‌ها باعث ایجاد تحریک الکتریکی میشه. پتانسیل آرامش غشا در یک نورون زمانی که سلول در معرض تحریک قرار نداره به وسیله توزیع نامساوی یونهای سدیم در خارج از سلول و یونهای پتاسیم در داخل سلول برقرار میشه که باعث میشه خارج سلول نسبت به داخل مثبت تر بشه. شیب الکتروشیمیایی توسط پروتئینی به اسم پمپ سدیم پتاسیم برقرار میشه و حفظ میشه. وقتی یک نورون تحریک میشه، کانالهای یون سدیم باز میشن و یونهای سدیم به صورت ناگهانی و به تعداد زیاد وارد سلول میشن. ورود یونهای سدیم باعث تغییر پتانسیل غشا میشه. بعد از مدت کوتاهی کانالهای دریچه‌دار پتاسیمی باز میشن که پتاسیم رو به سمت خارج سلول ارسال میکنن و در نهایت باعث برگشت پتانسیل غشا به حالت آرامش میشن. برای تحریک دوباره نورون باید پتانسیل آرامش غشا دوباره برقرار بشه، هم از نظر شیب الکتریکی و هم از نظر شیب شیمیایی. پمپ سدیم پتاسیم یونهای سدیم رو برخلاف غلظتشون جابجا میکنه و باعث میشه شیب غلظت این یونها به حالت پتانسیل آرامش برگرده. زمانی که پتانسیل عمل در طول آکسون حرکت میکنه، انتشار یونها فقط در فواصل کوتاه صورت میگیره که باعث میشه پیام به سرعت حرکت بکنه. در پایانه آکسون پیام الکتریکی از طریق ارتباطی به اسم سیناپس به سلول بعدی منتقل میشه. فضای بین نورون پیش سیناپسی و یه سلول پس سیناپسی شکاف سیناپسی نامیده میشه. نورون پیش سیناپسی حاوی مولکول‌هایی به اسم انتقال دهنده عصبیه که در وزیکول‌های ترشحی قرار گرفتن. زمانی که پتانسیل عمل به انتهای آکسون میرسه، انتقال دهنده های عصبی از طریق اکزوسیتوز به شکاف سیناپسی آزاد میشن. انتقال دهنده های عصبی به کانال های یونی لیگاندی که نقش گیرنده دارن متصل میشن که باعث باز شدن این کانال ها میشن و اجازه ورود و خروج یون ها به سلول پس سیناپسی رو میدن. این واقع باعث تغییر پتانسیل غشا در نورون پس‌سیناپسی میشه و اینطوری پیام به سلول پس‌سیناپسی منتقل میشه. به این ترتیب تحریک عصبی به سرعت در طول آکسون یه نورون حرکت میکنه و از یک سلول به سلول دیگه منتقل میشه.